سال نو گشت و جمله دلها شاد، دی گذشت و به کف رسد خرداد. رست بنیاد از غم بیداد، داد شد همنشین استبداد. سال نو بر شما مبارک باد. البته منظور از سال نو همین سال ترسایی است و از نیمه شب دیشب سرانجام برگ دیگری از زندگی همه ما ورق خورد و هر یک از ما حالا حتی بر روی تقویم ها شده یک سال بر زندگیمون افسوده شد. آدمی از زمانی که تمرین خاطره و یاد میکنه در برابر سه عنصر قرار میگیره: گذشته، حال و آینده. اصلا ببینیم این سه تا چه معنی میده. گذشته از واژه گذشتن و گذر بیاد، یعنی حرکت کردن و رفتن، یعنی بیشتر عنصر و مایه رفت درشه، گذر کردن درشه. به همین دلیل میگن گذشته، چون از گذر آمده و گذشته است. حال رو بدبختانه 90% از ما فارسی زبانانی که عرب رو به کار میبریم و خیال میکنیم فارسیه. خنده آوره، پریروز یه چی نکته دیگه یادم اومد، آقای حداد عادل پدر عروس رهبر معظم دنباله امامت، کردنش این آدم بی سواد رو رئیس فرهنگستان زبان ایران. لغت خیلی بزرگه، فرهنگستان زبان ایران یعنی آکادمی زبان. و وقتی میگن زبان ایران یعنی زبان فارسی. آقا شده رئیس فرهنگستان. حالا من برمیگردم رو بحث گذشته و حال آینده، میگم که امثال این آقایونی که به اصطلاح رئیس فرهنگستان شدن، اینها خودشونو زبانشناس میدونن. این آقا در مصاحبه با خبرنگار وقتی ازش پرسیدند که آیا شما از اینکه فامیلتون یعنی رئیس فرهنگستان زبان ایران هست، حداد عادله، نظرتون چیه؟ خب این ایرادیست که به منم میگیرم. من میگم بله، هم نام من بدبختانه تازیه، هم نام خانوادگی. میپذیرم که تازیه، اما میگم نامم رو پدرم، نام خانوادگیم رو پدر بزرگم برگزیده، من گناهی ندارم. ولی در برابر فرزندانم، اون دو فرزندی که داشتم و دارم، هر دو رو من فارسی گذاشتم. این تا اینجایی که این وضعی داشتم. بقیهش در اختیار خودشونه، میتونن بیان عوض کنن یا نه. من چرا نکردم؟ نخست اینکه بسیاری از مدارک اداری و اجتماعی و تحصیلی من به نام خانوادگی نام کنونی من بود، بنابراین یکسره اینها زیر و رو میشد و دشواری ها و ناهنجاری های فراوانی داشت. بعدم حالا ما چیز مهمی نیستیم، پس آدم که درگذشتیم. ما باید زبان رو نیرومند کنیم. زبان که نیرومند شه، اینا فرع داستانه. پس
تا اینجا. اما آقای حداد عادل چه جواب داد؟ گفته من حداد عادل فارسیه. خوب دقت کنید، رئیس فرهنگستان حقم داره. میدونید چرا؟ برای که قانون فرهنگستان که آخوندها از مجلس گذروندن، زبان عربی رو زبان قرآن دونستن که دست به ترکیبش نباید زد. هرچی میخوان فرانسه و ترکیه و روسیه و انگلیسی رو عوض کنیم. ما بدبختیمون زبان عربیه. زبان انگلیسی اولا خودش چیره خار زبان فارسیه. بسیاری از واژه‌هاش ریشه فارسی داره. همچنین فرانسه، همچنین آلمانی. ولی آقا میگه که زبان، یعنی اون اربابانش که قانون رو تصویب کردن، میگن زبان پارسی، زبان تازی، زبان قرآن باید باشه. برید با لغت فرانسه و انگلیسی هر کاری میخواییم بکنی بکن. حتی بعد از انقلاب یه مجله در ایران، مجله سپاه پاسداران منتشر میشد، به من تاخته بود همون تو 3-4 ماه اول که این آقا اولا فارسی رو بیداره که زبان اسرائیله. خب جمله رو، شعور رو ببینید، زبان فارسی، زبان فارسی سره، زبان اسرائیل. یک. دوم، این آقا شده چی؟ شده کتاب فرهنگنامه زبان فارسی. و تاخته بودم. من خب جوی نبود که جواب بدیم، که در حال اومدنم به خارج از ایران هم بودم. این بود که مسئله رو نشنیده گرفتیم و هر شد. منظورم اینه اینا از آغاز با زبان فارسی مخالف بود. آقای خمینی، اون کفتار خونخوار که مثل همه آخوندها خودشو نخود در آشی میکرد، در کتاب اسرار و توحید بسین که نبه کسروی که تاخته، چون کسروی فارسی سر حرف میزد، نوشته این آقا که با زبان یعجوج و معجوج، بخونید، هست با زبان یعجوج و معجوج سخن میگفت و میگوید، این آدم ساکت نشستید، بزن پدرشو دراری. حالا زمانی میگفت که اصلا کسی آدم نمیدونستش، زمان آغاز پادشاهی محمد رضا شاه، اون سال 26 و 27 یا فرسای 32 و 33. اینا اینقدر گستاخن، اصلا شما گستاختر و پرروتر و وقیحتر از آخوند محال پیدا کنی. هزاران نمونه من براتون میارم که انقدر اینا وقیحن که اصلا نمیدونن چی میگن. یکی دو نمونهش امروز براتون خواهم گفت. بنابراین دشمن زبان فارسی بوده. یک انجمن این امام جمعه ها، مفخورها، پولای کنگوف میگیرن، جمعه به جمعه میرن، یک اراجی فیر میگن، یه پولی میگیرن. اینا یه انجمنی دارن به نام انجمن ائمه جمعه، شغل با ائمه جمعه. بعد تو اون انجمن اومدن اساسنامه درست کردن. در اساسنامه نوشته که خوب برید ببینید، من تو کتاب در ژرفای واژه ها نوشتم و مادهش هم گذاشتم، نوشته زبان اجتماع بین المللی ائمه جمعه زبان عربی است. خب از اینا چه توقعی میشه داشت؟ خمینی هم که از همین چیز بوده، از همین کالا بوده. بقیه هم همینطوره. آقای حداد عادل هم همینطوره. حداد عادل میگه زمانی که من فامیل گرفتم، اولا حداد فارسی بود. حداد درسته یا نه؟ مرد اگه حداد یعنی فارسیه، آهنگر یعنی چی؟ عادل هم فارسی بود. به جایی که بگه بله، بعد البته بعد دیگه دید خیلی خراب کرده، گفت خب اینا رو پدر بزرگ و پدر من گذاشته. خب اینو اول
جون بکن بگو. رفتی مزخرف گفتی، خودتو مشتتو باز کردی، حداد فارسیه، عادلم فارسیه، بنابراین ششگان من فارسیه، اسمم فارسیه. ببینی چقدر پر روان. خب به هر حال اونم نسبتی با آخوند داره دیگه، وصلت کردن دیگه، تنش به تن اونا خورده. رئیس فرهنگستان زبان ایران میگه حداد و عادل فارسیه، همونطور که چند وقت پیش گفته اون سلسله فارسیه. این آقا اومده زبان فارسی رو درست کرد. همین مشکل برای بقیه مسائل ما هست. حالا داستان گذشته، حال و آینده است. گذشته رو معناش رو فهمیدیم که از لغت گذشتن و رفتن میاد. زمانی که گذشت بر ما گذشته و رفته، اون رو میگن گذشته. حال، حال رو بسیاری به معنای اکنون گرفتن. نیست، هم چیزی نیست. حال از تحول میاد، یعنی دگرگونی. چرا به زمان اکنون که فارسی میگه اکنون، چرا به این زمان اینک غلطه ها، اینک به معنی حالا به معنی اکنون غلطه. اینک یعنی اینه، اینه. در دست نوشتار کهن که بخونید هر جا نوشته اینک یعنی اینه. گر سر جنگ داری اینک جان، اگه سر جنگ داری اینه جان، بیا بزن بکش. و سر صلح داری اینک دل، اگه صلح داری اینه دل، بیا بزن. نمیگه اکنون جان، نمیگه اکنون دل، چون منظورش از اکنون حالا نبوده. میبینید لغت چقدر حساسه. و آقای حداد عادل میگه حداد فارسیه، عادلم فارسیه. این آقا هم اون وقت شده رئیس آکادمی زبان ایران، جای حسین گلوگلاب، پروفسور حسین گلوگلاب، جای بهرام فرهوشی، جای دکتر نمیدونم جنیدی ها، جای دکتر جهانشاهی ها، جای دکتر ناصر، استاد خود منم بود بدبختانه یادم رفته بشه، جای اینا کیا نشستن؟ توقع داری اینا بیان لغت چه درست کنن؟ معلومه بلد نیستن، معلومه چند تا خالیه، چاره نداره اینو بگه. خب بابا تو که نمیدونی مصاحبه نکن، مشتتو باز نکن. باری اینا تحول رو، ببخشید، حال رو از اکنون گرفتن، در حال که حال به معنی تحوله. حالا چرا میگن تحول؟ ببینید زمان داره مثل برق میگذره. اون چیزی که ما میخوایم بهش بگیم اکنون، که در زبان فارسی میگه اکنون، یک هزارم ثانیه است. یعنی در درازای یک هزارم ثانیه، حالا خیلی هم یواش بخوایم بریم یک صدم ثانیه، زمان از اکنون، از ببخشید، از آینده میشه اکنون و گذشته. یعنی همین مدتی که من سخن گفتم هزاران بار آینده شده اکنون، اکنون شده گذشته، و بازم داره به همطور میشه. به همین دلیل این رو عرب میگه حال، یعنی تحول، در حال تحوله. همه آینده ها در همون یک صدم ثانیه میشن گذشته. اون ناصر انقطاعی که یه روی پیش اینجا نشسته ممکنه دیگه من نباشم، هزار دگرگونی در اندام و بدن من رخ داده، برای شما هم همینطوره.
برای مهندس سپهرم تو اتاق فرمان هم. این دگرگونی، این میگن تحول حال. پس حال یعنی دقیقا زمان ناپایداری، درست معنای فارسیش، زمان ناپایداری که آینده تبدیل به گذشته میشه، اینو میگن حال. خب وظیفه ما در این زمانی که سال داره نو میشه چیه؟ وظیفه ما در این زمان اینه که از گذشته به عنوان تجربه استفاده کنیم و از اکنون یا همون حالی که به معنی تحوله در همین زمان، حالا ما هزار تا یک صدم ثانیه رو بزنیم بقیل هم که بتونیم تصمیممون بگیم، تصمیم بگیریم که آینده چه کار کنیم. پس آینده جای امید، پایه امید ماست، یعنی تصمیم ما باید اون امید رو تبدیلش کنه به حقیقت. تصمیم برای آینده هر کسی وظیفه‌ش در آغاز سال نو انجام بده. من آینده چی کار میخوام بکنم؟ در سال آینده و طور کلی در آینده. خب قبلا ما جوان بودیم و درس میخوندیم، تصمیم دارم امسال قبول شم دیگه، برم مثلا برم دانشکده، یا مثلا تصمیم دارم لیسانس هم بگیرم یا دنبال کنم کارم، یا اینکه برم سر یه شغل. اما به طور کلی ملت ایران، خود منم جز همون هستم، آدم تصمیم گیری، یعنی ملت مصممی برای آیندهش نیست. کدوم ما برنامه ریزی کردیم که در این زمانی که نشستیم، فرض کنید تا حالا پای سفره سال نو مسیحی، به هر حال سال نو، مردم تو خیابون ایستادن 8 7 6 5 4 میشمرن که سر ساعت 12 سال نو بشه. کدوم ما گرفتیم که حالا تصمیم گرفتیم این ما این سال چیکار؟ نه، دوباره شروع میکنیم، فردا صبح بالا میشه میریم سر کار، میبینیم. ضرر این کار چیه؟ ضرر کار این است که اندیشه ما ثابته، اندیشه ما پویا نیست. آخوندم همینی میخواد، آخوند خودش هم ثابته، خودش هم 1400 سال تو لجن مونده، منتها یه قلدری، یه به قول معروف خررنگ کنی دنبالشه، بلد این کارو، یه عده ابله رو دنبال خودش هم کرده، سوار اونا شده، زورش هم به وسیله اونا تأمین میکنه، پدر بقیه هم در میاره. حالا که قدرت هم به دستش افتاد، خودش بارها گفته، زبان میگم آخوند هم ابله هم گستاخه، مرتب در زنده جمله ها من شنیدم میگه که ما خیال کردیم اومدیم که بریم، نمیگه اومدیم بسازیم، نمیگه اومدیم وظیفه ملی انجام بدیم، نمیگه اومدیم کشور رو درست کنیم، نمیگه اومدیم نوکر شما ملت باشیم، میگه اومدیم که بریم، سوار کار شدیم. با زبان بی زبانی نمیگه، ده ها بار گفته. بنابراین اصل مسئله وقاحت و گستاخی توأم با همه در نزد آخوند. آخوند این دوتا رو با هم در آمیخته، گستاخی و حماقت، حماقت و گستاخی، که البته گستاخی و وقاحت یکیه، فارسیشو من گفتم دیگه انگلیسی. این مسئله بارها و بارها ثابت شد، هم ده روز نشده. آقای اون کیه جنتیه اون مرد که احمق میگه، مصباح یزدی، ببخشید مصباح یزدی، میگه عجب اسم جالب این جوانای دانشکده امیرکبیر رو شوشتن، تمساح یزدی. میگه در هیچ جای دنیا شما نشنیدید که یکی از اعضای رهبری یک ملتی این مزخرف رو بگه.
میگه رأی مردم دارای هیچ اعتباری نیست، نه در قانون اساسی، نه در انتخابات ریاست جمهوری، نه در انتخابات مجلس شورای ملی، در هیچ جا رأی مردم ملاک هیچ اعتباری نیست، مگر اینکه ولی فقیه تایید کنه. این وقاحت دوم، این گستاخی دوم. مردک تو غلط میکنی میگی رهبر یک ملتی هستی، پیشوا یک ملتی هستی، عضو دولت یک ملتی هستی، رأی مردم رو تو رأی حساب نمیکنی. پس تو به چه دلیل بلنشتی اومدی رفتی اون بالا نشستی و مفت میخوری مفت میخوابی؟ بزرگترین افتخار یک گروهی که به نام دولت در هر کشوری هستن اینست که ما نوکر مردمی. به دکتر مصدق گفتن شما رهبر و رئیس دولت مردمی؟ گفت نه، من نوکر مردمم. مردم این رو میخواستن، ملی شدن رو میخواستن، ما اومدیم مثلا. تا زمانی هم که مردم نخوان ما هستیم، نخوان ما هستیم. اگر نخواستن که نشد، مردم نخوان، بالاتریا خواستن، آمریکایی‌ها خواستن و کردن. پس مسئله مهم نوکری ملت، نه اینی که بگی رأی مردم دارای چه اعتبار نیست مگر آقای رهبر معظم یا ولی فقیه. حالا از بس این لغت ولی فقیه کثیف و ابلهانه و احمقانه است که یک ملتی رو بیان در درجه پایین بیارن و بکننش مهجور، کودک غیر ممیز. حالا باز کودک غیر ممیز و دین میگه که 18 سالش که شد ممیزه و بالغه. اینا میگن نه، ملت ایران هیچ وقت بالغ نمیشه، بنابراین همیشه ولی فقیه میخواد. این وقاحت دوم، این وقاحت هزارم. حالا اینا اومدن این بر سر این ملت فلان کلاه گذاشتن به نام ولی فقیه. خیلی خوب آوردین گفتیم ولی فقیه، هر غلط که خواستید که با زور و چکمه سپاه پاسداران و بسیجیاتون کردی. بعد اومدن چیکار کردن؟ بعد اومدن در این وسط میگن که شورای نگهبان باید مسئله صلاحیت هر کسی که میخواد رئیس جمهور بشه، هر کسی که میخواد عضو مجلس خبرگان بشه، هر کسی که میخواد نماینده مجلس شه تصویب کنه. آقا تو که میگی هر کی که اون بالا گنده بگه همون قبوله، پس چطور باز این پوله رو این وسط گذاشتین که هی بگیریم بنزین کنار بگیم نه تو نه تو نه تو نه؟ تو چی کاره ای؟ تو چی کاره ای که آقا چه کسانی مثلا رفسنجانی رو صلاحیت کرد؟ رفسنجانی خودش توفاله ایه، از همه اینا بدتر، ولی آخونده. تو چطوری میتونی رفسنجانی رو سلب صلاحیت کنی؟ در دفعه پیش کردن سلب صلاحیتش کردن دیگه بر ریاست جمهوری، یعنی رد صلاحیت شد. برای این نکته جالبی است در اینجا که اینا با چنگ و دندان دارن این شورای نمیدونم نگهبان رو نگه میدارن که اونجا به قول معروف پل خربگیری باشه، هر کی بخوان جلوشو بگیره. حالا ما ملت بازم ابلهانه هی میخوایم بریم اونجا، دلمون خوشه. حالا تو رفتی توی مجلس، مجلسی که اومدن حرف بزنن، خامنه ای نامه نوشت که ببندید این مسئله چیز رو و دیگه هم چیز نکنید. همین آقای کروبی که الان زد تو سرش توی خونش نشسته، همین آقای کروبی گفت حکم حکومتیه باید گوش کرد. خاک بر سر تو رئیس مجلس که یه آخوند میشه تو خونش بگه اینو ببند، بگه چشم ببندی بس. تو به نمایندگان گفتی چی دیگه؟ خب فرض کن تو شدی رئیس مجلس دیگه، از کروبی که بالاتر میشه همونی، باز یه آخوند چلاق میاد به تو یه چیزی میگه و تو مجبور بگی چشم.
همینطور که آقای جنتی گفته، بسپاه یزدی گفته که بله رأی مردم ملاک هیچ اعتباری نیست در هیچ یک از انتخابات، چه ریاست جمهوری، چه انتخابات مجلس، چه خبرگان و و و، مگر اولیه فقیه. اجازه بده. خوب یادمه 7-8 سال پیش خبرنگاری با خامنه ای مصاحبه میکرد. خامنه ای گفتش که اگر، یعنی خبرنگار پرسید، گفت اگر اکثریت یک ملتی یا اکثریت ملت، به صورت عام گفت، اکثریت ملت در مورد یک موضوعی رأی به یک دستور بده، آیا شما ناگزیر به اجراش هستی؟ خب من میدونستم که این آدم آخونده دیگه، آخونده میگه چشم که. گفت اگر در موضوعی اکثریت قاطع مردم رأی بدن به یک موضوع، نگو من، گو ولی فقیه موافق نباشه، رأی ولی فقیه نافذه. حق بازی آخوندی، یعنی من. این جوابه. چطور تو مرد سرتو بلند میکنی در مجامع بین المللی که بگی من رهبر یک ملتم؟ آقا نمیخوان مردم، اکثریت قاطع میگه نه. مگه همون خمینی برای گول زدن مردم، برای خر کردن مردم نگفت که میزان رأی ملت است؟ کجا میزان رأی ملته؟ ببینید ما در برابر یه همچی کفتارهایی قرار داریم، بنابراین وظیفه داریم، وظیفه داریمش. بینندگان عزیزم، در آغاز سال از این به بعد تصمیم برای آینده سیاسیمون بگیریم. من پیشنهاد میکنم از هم اکنون برای آینده تصمیم بگیرید که با این رژیم ابلهان دیوانه شده و گستاخ بجنگید به هر طریقی که توان دارید. البته من از یک هممیهن زن سالمندی که در برون مرز اومده از یا برای دیدن بچهش یا از ترسش یا هرچی اینجا، توقع ندارم سلاح دستش بگیره بره، توقع ندارم داره تظاهرات داخل مرز شرکت کنه، نه، تا اونجایی که در توان دارید. ببینید یه آقای به من زنگ زد، یکی از ارزون ترین کتاب های من رو خواست، جزوه بود، گفت چنده؟ گفتم والا من پیشکش میکنم. گفت نه. گفتم $3 جایه به نام هفت‌سین، اونایی که خریدن میدونن، یه جزوه کوچیک 24-5 صفحه ایست، $3 هم قیمت گذاشتی، بیشتر از اونم نمیخوایم، همون اندازم تموم شد برام. گفت نه، من باید طول شدم. میدونی چرا؟ گفتم بفرمه. گفت من به این وسیله بیشتر نمیتونم مبارزه کنم. آفرین بر چنین مردی. بنشینید محاسبه کنید، ببینید حتی الامکان قدرتتون، امکانتون، گسترش بیانتون، گسترش رفتارتون تا چه اندازه به شما امکان میده که در برابر جمهوری آخوندی مبارزه کنید. همون راهو برید جلو. برخی از ما اصلا نمیدونم، شاید ما دیوانه ایم، شاید ما دیوانه ایم، بس خواب ندارم برای اینکه ببینم چه راه دیگه ای باز پیدا میکنم به جز رادیو، به جز تلویزیون، به جز مجله و روزنامه، به جز کتاب، که بتونم جلوی این رژیم تا اونجا که زنده ام مبارزه کنم. شب و روزم مورد فحش و ناسزا و داد و قال و اهانت به ناموس و همه چی این اراذل قرار بگیرم. بکنی، من کارم عوض نمی کنم.
میدونم که مؤثر شده، میدونم امثال من هم زیادن و هم هم دارن این کار میکنن. جوونایی که اصلا نامشون شما نشنیدید، نه اینا زنگ میزنن، اینا میان این نوارها رو برمیدارن تکثیر میکنن. ببینید این مبارزه است، فرق نمیکنه، یک سنت هم نه من ازشون میگیرم نه اونا به من میدن، نه ما میخوایم این کار بشه. ما از زنان و دخترانمون باید یاد بگیریم. 36 سال این آخوند گستاخ و اون اراذل پیرو اون تو سر این بیگناهان زدن، بدترین اهانت ها رو بهشون روا کردن، تیغ خورد شده ریختن لای دستمال مالیدن به لبشون که با تیغ نماره لباشون پاره کردن، توی بشکه سوسک انداختنشون، قش کردن، ضعف کردن، مبارزه کردن تا امروز. اینا هی سازمان درست کردن، هی این زنان لگد زدن، اون خراب کردن، هی کار جدید کردن، هی کار جدید کردن، هی کار جدید. مبارزه نگه، شلوار تنگ پوشیدن، نمیدونم ساپورت پوشیدن، فلان کردن، اینا مبارزه است. ملت از عهده بر بیاد، این کارا رو بکنید هر اندازه‌ای که در امکانتون هست. من لغت امکان رو مخصوصا میبرم که هر اندازه، هر کسی تا یه حدی داره امکان، نه اینکه یه آقای برداره بر من یه نامه بنویسه 4 صفحه بزرگترین شعارا رو بده، بزنیم بکشید فلان کنید بیسار کنید این کارو کنید این کارو کنید پدر آقا در بیاره فلان کنید. بعد اون تشبیه میسه امضا محفوظ. ای بابا تو که تو آمریکا برای من نامه می نویسی که من اینو بخونم توی تلویزیون، بعد زیرش می نویسی امضا محفوظ، شجاعت تو کجا رفته؟ کسی از تو توقع نداشته این نامه رو بنویسی؟ یا ننویس یا در اون حدی که شجاعت داری بنویس. زمانی که زدن چشم من رو آسیب رسوندن و دندون هامون رو، اولین سخنی که اومدم پای تلویزیون گفتم، گفتم نمی ترسیم بکش ما را. تکلیف رو معین کردی. خب اگه ترسیده بودیم که همه را این کار میکردن. بنابراین این مسئله رو رعایت کنید، در حد امکان خودتون مبارزه با جمهوری اسلامی رو فراموش نکنید. چرا اینو میگم؟ برای اینکه اثر داشته. 36 سال مبارزه زنان با جمهوری آخوندی اثر داشته که حالا یا روسری سرشون نیست یا تا اینجا روسریشون عقبه. این اثره، وگرنه 10 سال پیش همین آخوند شکم گنده علم الهدای مال مشهد گفت هر تار مویی که بیرون باشه 100 تا خون شهید پایمال میشه. شهید برای کی؟ برای تو مردک مفتخور؟ یارو برای تو که شهید نشده، اگر شهید باشه. گروهی کشته شدن در هر انقلابی میشه. معلومه شما راست بگین چند نفر. حالا هر تارمو به شهید چه کار داره؟ به این دلیل دقت بکنی در مورد مسائل مربوطه به جمهوری اسلامی. نیرو با شماست، نیرو با شماست. تمام این 10 سال کنونی رو، از 26 سال پیش تا حالا رو، تمام این 10 سال کنونی رو نگاه کنید و ببینید گام به گام مردم ایران این جمهوری را عقب نشوندن. گام به گام الان حرفایی که در ایران زده میشه، جلساتی که برگزار میشه، شعرهای طنزی که خونده میشه، اینا کی 10 سال پیش هم جرأت داشتن؟ هی گرفتن انداختن زندان، هی گرفتن، هی اعدام. اصلا نکردن. ترس مردم ریخت. الان آقای عالی پیام که حالا یه نوارشم به یاد ایشون در روز اول سال میذاریم، اتفاقا آقای مهندس سپر اینی که اعلان کردین روی مانیتور بسیار سوژه خوبیه، این برای امشب پخش میکنیم. بعد این اثر نکرد،
خسته شدن، حالا خودشون به جون هم افتادن. همینا که دستشون تو دست هم بود و بغلشون بغل هم بود و پشتشون به پشت هم بود، همینا حالا این میگه اون خائنه، اون میگه این خائنه، اون میگه اون حالوه، اون میگه این سگه، اون میگه فلانه، این کلاغه، این فلانه. استفاده کنید بذارید خودشون رو معرفی کنن، اینا رو گنده کنید. رفسنجانی تا حالا رئیس تشخیص مصلحت رژیم، رئیس خبرگان، رئیس جمهور، مشاور امام بود، حالا چهره قتل و کثافت و جنایتش پنهان بود، حالا میریزه رو داریه. شما میریزه رو داریه، از این برم اون یکی خامنه ای حقه بازی و دزدی و روپوشونی داشته که سیاردم که حالا میریزن رو داریه، شما بریزید رو داریه. اینا رو ضعیف کنید، دارن ضعیف میشن، اینا از میدون در میرن، اینا نمیتونن بمونن. اینا مگه اون همه شارت و شورت نمیکردن؟ مگه احمدی نژاد مشنگ نمیگو آقا مسئله اتم تموم شد برین انقدر اعلامیه تحریم کنید تو تحریم دونتون درا؟ یه حرف یه رئیس جمهوره کوش رفته تپیده توی سوراخ موش، همه اینا هم تسلیم شدن اومدن نشستن. هی مرگ بر امریکا، اما نوکر امریکا. نشستن پیش آقای کری که هرچی کری گفت، اینم کری هم فرماندهی اینا رو کرده، امضا کرده، بالاخره قبولون بهشون که شما چید. و اما اول همزمان تحریم ها با امضا شد، تحریم ها نشد. حالا تازه 11 مورد تحریم هم میخواد آمریکا اضافه کنه به خاطر موشک های دور برد، موشک غاره پیمای عماد. بنابراین نترسید، اینها تو سرازیری هست. برنامه ریزی کنید، خودتون، رئیس خودتون، رهبر خودتون، اگه میتونید هم پیمان بشید با کسای دیگه، اگه نمیتونید تک باشید. به هر حال یک دست کم صداتره، دو دست بیشتر صدا داره، 50 دست بیشتر. اینو چه در داخل چه در خارج ارتباط برقرار کنید. هم میهنان در هر روز به طور متوسط، یه روز اگر 5 تاست یه روز یکیه، به طور متوسط 2 تا 3 نفر از ایران به من زنگ میزنن. مردم تشنن برای اینجور کارا. جوون ها یک پارچه آتشن، کوه آتش فشانن. اینها رو دریابید. اینها نیروهایی هستن که نباید هدر برن. با سپاس از دوست بسیار ارجمندم آقای مهندس سپر، آگهی رو پخش میکنیم، بعد میریم بر سر 2 تا 3 تا برنامه و انشالله که سال نو بر همه شما خجسته باشه. راز ماندگاری هر ملتی نگهبانی از زبان مادری و سرزمین پدری است. استاد ناصر انقطاع در درازای 30 سال دور از زبان و میهن خود، در راستای شناسانیدن این دو ستون نیرومند، 24 کتاب در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی و تاریخی نوشته است. پژوهشی درباره آیین‌های ملی، بررسی زندگی پرماجرای قهرمانان ایرانی، کوروش، داریوش، آریابرزن، جلال الدین، بابک، یعقوب، نادر، حافظ، فردوسی، امیر کبیر و شناخت زبان و واژه‌های پارسی و دیگر بررسی‌های ژرف او می‌تواند بهترین راهنما برای ایرانیان برون و درون مرز در حفظ هویت ایرانی باشد. تلفن سفارش کتاب 661-254-8757. خب من از شما آقای مهندس خواهش میکنم این کلیپ امام زمان رو که آقای حالو خونده
با ضمن دعای فراوان برای اینکه وضع قلبی ایشون بسیار بسیار الان ناراحته در زندان زیر سی سی یوس و وضع بحرانی دارن، دعا میکنیم براش. امیدواریم که خدا این ستونها رو نگه داره، روز آزادی ایران رو ببینم. چون واقعا زن ببینید، مقایسه کنید، یه آدم مثل این چنین مبارزه کرده، گرفتنش، انداختن زندان، اومد بیرون همین کار کرد، دوباره گرفتن، باز انداختن زندان، اومد گفت من دارم میرم زندان ولی بر میگردم. اینا کوهن، اینا رخت آخوند رو به بیابون پرتاب میکنن. میبین و کار آخر رو میخونم و خداحافظی میکنم. سوژه این روزهای ما مدیریت امام زمانه. برای این کشور هر کی کار میکنه میگه امام زمان داره میکنه. یکی من میگه چرا با آقای امام زمان اینجوری حرف میزنی؟ گفتم امام زمان خودم هر جور دلت میخواد حرف میزن، تو با امام زمان خودت هر جور دلت میخواد. آقا جون هزار ساله میگن بیا، هی میگن مهدی بن حسن بیا. صبح تا شب لحظه شماری میکنن، شب تا صبح گریه و زاری میکنن، به خدا دروغ میگن، لاف میزنن، در جا تو دنده دو تیکاف میزنن. اینا که داد میزنن تو رو میخوان، خودشونم نمیدونن چی میخوان یا کی میخوان یا کی رو با کی میخوان، همه رو همینجوری قاطی میخوان. آقا جون اینایی که هوایی تن توی سر میزنن و فدایی تن، فکر نکن واسه ای تو شمشیر میزنن، به خدا سایه تو با تیر میزنن. تو نگاه نکن که ریش و پش دارن، همشون تو سینه قلقش دارن. فکر نکن ناله هاشون حسابیه، از ته دل میگن، قلابیه. نمادا یه وقتی باور بکنی حرف ما ات گوشات در بکنی. آقا جون اینایی که این مهدی میگن، فکر نکن عاشق چشم و ابروتن، همه از دم عاشق میزاشونن، همشون اسیر چیز میزاشونن، همشون عاشق ویلاهاشونن، تو رو مثل میخ سر جات میشونن. نبادا با گریهشون شیرت کنن، با چهار تا ناله جوگیرت کنن. آقا جون میخوای بیای چی کار کنی؟ تو میخوای یه عده رو بیکار کنی؟ آقا جون با اسم تو نون میخورن، پولا رو میلیون و میلیون میخورن، تو میخوای نونشون رو آجر کنی؟ تو میخوای بنزشون رو شطور کنی؟ اینا که همه میگن یار تو هن، همه سرباز فداکار تو هن، هر کی هر کار میکنه هر جا میره میگه از شما اجازه میگیره. اینا که واسط هلاکن میمیرن، از تو مثل نوردبون بالا میرن. هر کی هر جا که یه گندی میزنه، کاسه کوزش تو سر تو میشکنه. واسط جاده توی قم میزنن، با پوتین تو فرق مردم میزنن، یا میگن برنامه شون کار توه، این هدفمندی ها شاکار توه، میشینن با اسم تاقا پوز میدن، پول یارانه رو نصف جز میدن، بعد میگن یارانه رو شما میدی. به خدا خودم دیدم توی سیدی که اونا پرچم تو باد میکنن، با شما دنیا رو آباد میکنن. آقا جون میخوای بیه چی کار کنی؟ مثلا ظالما رو شکار کنی؟ تا نیومدی شکارت میکنن، تو نمیدونی چی کارت میکنن. بهت میگن این همه وقت کجا بودی؟ یا چی کار میکردی؟ با کیا بودی؟ بعدش هم انگ سیاسی میزنن، حقه های دیپلماسی میزنن، توی کیهان شما رو سو میکنن، یه عالم سند مند رو میکنن. آقا جون میشی اسیر بانبازی یا میشی اسیر پرونده سازی؟ این بیاها همه دوز و کلکه، جایی تو بند دوی کهریزکه. خدا تو دوچار قنبات میکنی، همه رب و رب به تو یاد میکنی. بعدش هم یه وقتی تو این میون میبرن تو رادیو تلویزیون، اونجا واسه شمشیر تو غلاف کنی، میشینی همه رو اعتراف کنی. باست بگی از کجاها خط میگیری؟ این همه بودجه مفرط میگیری؟ با کیا توی جی جی وی جی بودی؟ تو کدوم کشور خارجی بودی؟ به کیا ایمیل میدی؟ چت میکنی؟ پا تو کفش سیاست میکنی؟ آقا جون والا قسم به شارکم، به خدا راست حسینی بهت میگم، تو باز باز بشینی فکر بکنی، دوباره برنامه تو چک بکنی، هرچی پیش بیاد نیاد پا خودته، همه مسئولیتش با خودته. نگه حالو بهم نگو، فدات بشم، الهی فدای اون چشات بشم، اگه خواستیم بیای جون برار
اقلا اون شال سبز در بیار. آفرین، واقعا آفرین به این شجاعت، به این دلاوری. آدم احساس شرمندگی میکنه که هنوز خیلی مونده تا به این قدرت برسه. اینا یونیکن، اینا یکن. یاد بگیریم، یاد بگیریم، نه مثل اون آقا سه صفحه اولدروم بولدروم بکنه و از دلش بریمسه امضا محفوظ. به هر روی، فقط به شما مژده میدم که در درون کشور ما امثال عالی پیام ها بی اندازن، بی اندازن. بسیاری از اونا دارن کار میکنن، اثرات کارشون همین هست که میبینید. این تظاهرات که با تفنگ و چوب و کتک اینا رو با میدازن، ضرب و شتمشون میدن و به هم میزننشون، ولی میکنن، ولی میکنن، این کارا رو دارن انجام میدن. پدر آخوند رو در میارن. اینا از غلط کردن خودشون پشیمون شدن. اگه میدونستن به اینجا میرسن، خیال میکردن که بله چیز قاشق سازی ساده، یه مش میزنی پهن میشه، دومشو میکشی دراز میشه، میشه قاشق. نمیدونستن که کشورداری منبرداری نیست. حالا توش موندن، نه راه پس دارن نه راه پیش. اینایی که من میگم تجربه است، اینا آزمایشه، اینا پشت پرده رو من میخونم، میبینم، خبر داریم. داغونن اینها، نه فر، نه صنعت داری، نه اقتصاد داری، نه صنعت نفت داری، نه صنعت مس داری، نه ملت هوادار اینهاست، نه همبستگی اینها دارن، نه میدونن چیکار باید بکنن. آقا این روحانی، آخه ما، من نمیدونم مردم به چی اومدن. یک کلید مردک آورد، یه آخوند که معروفه به دروغگویی، آخوند یعنی دروغگو، یک کلید آورد نشون داد، با این کلید گونشو زد. تا اون روز اقلا ملت ایران آخوند کتشلواری از توی چیز در می آورد، توی صندوق، مثل بنی سعد، مثل احمدی نژاد، مثل این، مثل اون. این دفعه خود آخوند آوردن بیرون، بعد پنج شب تا صبح رقصیدن. ای بابا، نکنید این کارو، شرمنده ملت ایران میشید، شرمنده ملت ایران میشید. با سپاس از دوست بسیار ارجمندم که یک سال تمام، مهندس سپهر، مجدانه و خستگی ناپذیر در اتاق فرمان با من همکاری کرد و در واپسین سالهای، ساعتها و دقیقه های سال کهنه و سال نو با من بود. همگی رو به خدای بزرگ میسپارم. سال نو بر شما خجسته باشه، برنامه برای آینده بریزید، مبارزه با جمهوری آخوندی رو فراموش نکنید. رمز آینده روشن ایران در گم شدن گور این کسانی است که ما رو آدم نمیدونن. میگه رأی مردم اصلا ملاک هیچ اعتباری نیست. روز و روزگار بر شما خوش. تا درودی دیگر، بدرود و پاینده ایران.